سلام دوستان، بابک امینی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که 108مین کلاسمون رو که در کاتگوری بیسیکس قسمت 44م هستش در خدمتتون باشم. اگه خاطرتون باشه چند جلسه گذشته در مورد قطعه گرانادینا صحبت کردیم و این قطعه رو تا خطوط آخر صفحه 4 اجرا کردیم و با هم دیگه زدیم و مطالبش رو خدمتتون گفتم. به خاطر اینکه یادآوری بشه یک بار این قطعه رو از اول میزنم و از همین صفحه انتهای صفحه 4 ادامه میدیم و 1 2 3. رسیدیم به انتهای صفحه 4 که خط آخر دو خط آخر صفحه 4 من یه بار دیگه میزنم، همین آرپژ B7 هستش که بعد اینجا ساین B داره، البته A و B داره. اینا رو شما تکراراش رو گفتم که میتونید استفاده نکنید، یعنی احتیاج به انقدر تکرار نداره. این تکرارا رو من تو اجرا خودم هم نزدم، ضروری نیست. پس بعد از اینجا به بعد و میاد رو بیس که این فرم رو قبلا زدیم، دوباره برمیگرده رو بی 7. از اینجا به بعد ترمولو هستش. ترمولوش هم خیلی راحت هستش. ترمولو رو قبلا شما تمریناشو داشتین، ولی به هر صورت یک بار دیگه خدمتتون میگم. ترمولو و کوادرمولو همه بیسا به صورت رست استروک و تاکید هستش. ببینید، بازم تکرار میکنم که خدمتتون، حتما انگشت شستتون جلوتر از بقیه باشه و سعی کنید این فرم رو نگیرید. خیلی ها به طور ناخودآگاه این حالت ها میگیرن چون میخوان انگشتاشون رو نگاه کنن. حتما مواظب باشین دست این فرم رو داشته باشه و اینجا صاف باشه. حتی من یه موقعی شستم و فقط مثلا ملودی با شست هستش، میبینید این حالت
عدالت رو تو دست من میبینید که من اصلا حتی از شستم هم استفاده نمی کنم، این جلوه و از مچ کمک میگیرم و هیچ وقت این شکلی نمیشه. دست اگر که ببینید دستتون این شکلیه بدونید، و اینجای دستتون ببینید به داخل اگه داره میره بدونید که دستتون از نظر استیل مشکل داره. خب ترمولور هم شروع میکنیم، میزان آخر صفحه 4 ببخشید این همون بی سون هم که بی سون رو میبینیم، فقط این میزان رو دو بار خواسته بزنید، این میشه تکرارش. بعد میاد روی سی سون که اینجا بیستون همه ستا بالاییه که میاد فقط ای و جی رو میگیره، ای جی ای و دوباره بی سون. بعد تکرارش بس این چهار تا میزان قبلی رو دوباره میزنم، تکرار C7 B7. بعد از اینجا میاد رو E7، این در این کورد، یعنی دقیقا همون مثل B7 که بیاید رو فرت 9. تغییری نداره، روی ای D7 این همین، فقط دو تا فرت میاد عقب، این همین میاد روی C7 که دو تا فرت عقب تره. و میاد روی B7 و هر کدوم هم دو باره. ببینی از اینجا تکرار D7 ترمولوش میزنم، به این صورت خیلی راحته. حالا اگر که احیانا شما دوست داشتین میتونید به جای ترمولو کواترمولو بزنید، اونم فقط منظم و به تمام نوت‌ها به صورت 1/5 تقسیم بشه. اینم قبلا کار کردیم ولی حالا اگر که یادتون نباشه این تریمولو فقط بعد از شستتون پی یه دن آی ایندکس اضافه میشه، میشه پی آی تریمولو، میشه 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. میتونید اینو به جای اینکه ترمولو بزنید کواترمولو بزنید، فرقی نمیکنه. بعد آرپژوی چارتایی داریم دولا چنگ که اینا بسیار ساده است، رو P-A-M-I-P-A-M روی ای ماینره سه تا بیس تکرار خواسته، بعد سی اوور جی، یعنی از کورد سیه که با انگشت 3 جی رو میگیریم و با انگشت 4 سی رو، سه تا بیس داره، دوبار تکرار، بعد دوباره ای، دوباره ای، دوباره ای، بس در اصل یه دونه ایه با تکرار، بعد جی، بعد دوباره ای، سوم دوباره ای با تکرارش. بعد میریم صفحه 6 که صفحه آخرمونه، روی دی، کورد دی، اینجا بیسش روی یه دونه نوت میشینه، یعنی دی اف شارپ، اینم دوبار تکرار میکنیم بس میشه، بعد کورد جی بالا، بعد ای ماینر که میدونید قبلا
قبل زدیم انرژیه میاد جلو و انگوشه دوتون به جای اینکه میجر ثرد رو بگیره ماینر ثرد رو بگیره سوم صفحه 6 که اونجا سی تا دی رو خواسته اون احتیاج نیست تکرار بکنید میای اینجا یک و دو و سه و حالا میتونه اینجوری باشه با پی یک و دو و سه و ببینید اینو با شستتون بزنید که گاب بتونید اینجا بزنید و آخری رو با آی میشه یک و دو و سه و بعد اینجا تریپلته یک دو سه یه میشه ای دی شارپ می بعد اینجا دی سی شارپ سی اینجا کورد سی اوور جیه که قبلا زدید این دو ضرب حساب بکنید بعد میشه اف شارپ اف شارپ بی کورد حالا اینجا میتونید به این کورد رو بزنید F شارپ B B یا میتونید این کار رو بکنید یا اینجا همون B7 رو بزنید ولی به طور اشتباه میشه نوشته C7 این B7 و بعد E minor حالا تو خیلی از گرانادیناسا به جای اینکه اینجوری این کار رو بکنید حالا P میتونه P زیباتره که اینجا گالپ بزنید حالا اولش هم حتی میتونید گالپ بزنید اینا همه رو میتونید اینجوری با شستتون بزنید میتونید به این سوالی پایینی رو با رست استروک بزنید و حتی میتونید همه رو با شست تا اینجا میشه یه گالپ بزنید بعد به این صورت یا یعنی اینجوری هم میتونیم بکنیم این F شارپ به B رو این B رو اینجا بزنید بعد یعنی دو جور میشه این اندینگ رو زد بس شد دوست داشته باشیم و براتون مفید باشه خیلی خوشحالم که این کلاس ها رو دنبال میکنید باز میخواستم که از دوست عزیزم که اسپانسر این برنامه بوده رضا اسماعیلی که مورگج اسپشیالیست هستش تشکر بکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم تا بعد